به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان. ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قبادان، قاتلان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، بیناموسان، مصادره کنندگان، امامداران و بیامامگان، ریشداران و بیریشان، سرداران سپاه، استخون لیسای دکتر و استاد دانشگاه و از همین آشغال ماشغالا. نها کارهای دیگه شنو من نمیدونم، ولی میدونم همشون دزدن. دزدی از مال ملت. اگر من اینجا استاد دانشگاه بودم، حکومت دینی برای من پول فرستاد، این پول رو از مال دولت ملت دزدیده داره به من میده که من برم اینجا خرج کنم بریزم این ور اون ور. پس من شریک دزدم. امروز کسی نمیتونه انکار کنه که در ایران آخوند امامدار دزد نیست. کسی نمیتونه انکار کنه که وکیل و وزیر دزد نیست، که رئیس جمهور دزد نیست، که اکبر دزده دزد نیست، که رهبر دزد نیست. کسی نمیتونه انکار کنه اینو. اون یارو که داره چیز درست میکنه، نوار درست میکنه برای نشون میده، این تیکه ها رو خوبه بگیره، دزد نیست و بگیر ببینیم. دارم یادت میدم آقای هر کسی که هستی، اینا رو بگیر برو نشون بده که فاضلی گفت دزد نیست، رهبر دزد نیست. اما مبتدا خبر جرأت نداری حرفای من رو نشون بدی. این دزدان در نوع دزدیشون با نون دزدیدن فرق میکنه. اینا دزد با اجازه الله هستند. اللهی که اون بالا نشسته، روزی اون یاری که واسه من فوش میده مثل سگ میندازه جلوش. ببخشید از سگهای خوب معذرت میخوام. اونم دومش تکون میده، گوشی رو بر میداره، یه فوش به من میده. باباشو نمیشناسه، فقط اون کسی که استخون میندازه میشناسه. میگه استخون من برا باشه، هر چی باشه باشه. من میگم بخون بفهم، اون فوش میده. با چه جامعه ای طرفی؟ ولی اگر بین 100 تا تلفن یکیش فوش باشه، دوتاش فوش باشه، خوبه. اگه هیچیش نباشه بده. باور کنید. و وقت من میگم این جک و جانورا حرفای منو دوست دارن، و وقت گرفتار میشم. ولی من به اون عزیزی گوش میکنم که از اون ور دنیا به من تلفن میکنه، میگه که نه تنها من رو ارشاد کردی، پدر 65 سالم هم ارشاد کردی. من کسی ارشاد نکردم، شماها استعداد داشتید، شماها حرف حساب سرتون میشد. من گفتم بخونید، شماها خوندید. دلیلی نداره از ایران برای من پول بده یه نفر بیاد امریکا پست کنه بگو عاشق خرد این پول رو فرستاد. من که کاری برای اون نکردم که. او داره کمک میکنه به آدمای گمراه که من دوباره حرف بزنم، من اینجا باشم و این کار رو بکنم.
دوست عزیز قرقیزستان، پاکتت رسید. دوست گرامی من، اون مال در بیشکک بود، این رفیقمون در باکو، همه چیزا رسید. امیدوارم که ملت ایران یواش یواش همینجور که داره یاد میگیره که از پخت خوری در بیاد، کمک کنه این برانورش رو بگیره که ما بتونیم همه کار بکنیم. امروز راجع به این موضوع صحبت دارم. اما این دزدان عمامه در عمامه، ریش در ریش، در سه تا طویله مستقرند به نام طویله خبرگان، طویله تشخیص، طویله شورا. سه قوه دارن این قوه ها به نام مغننه. ای وای ننه، مجریه و غذاییه. اینها قاضی دارن، قاضی دزد، قاضی که تو خونش یه حوری خونه درست کرده، فکر کرده حوری خونه یعنی حور خونه. حور به زبان انگلیسی معنی فاحشه رو میده. مرتضوی رو میگم، سعید مرتضوی، یا اون یارو سردار سپاه که حوری خونه رو برده بود خونش، گفته بود که من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای آخوند را چرا باور کنم؟ همینجا من حوری خونه رو درست میکنم، حوری خونه اون دنیا رو نمیخوام. همینجا به خطشون میکنم، میگن لخشین، من پشترتون بشینم شما نماز بخونین، ببینم وقتی رکوع میرین من چی میبینم. اسلام نیوب محمدیه، پایش باید قرص بشه تو زمین. سردار جعفری رو میخواد، سعید مرتضوی رو میخواد، اون یارو مال کرج رو میخواد که زنا رو تجاوز میکرد بعد صادر میکرد. ما ندیده بودیم آدم ظالم محمد خودش هم تجاوز کنه، اون فقط فرمانبر بود، مثل همین یارو که فوش میده به ما، فرمانبره. شما در ایران نشستید با این نمایندگان الله، الله آسمونی یا با الله زیرزمینی دعوت چی اختلاف نکنه. اگر کسی عمامه نداشته باشه، عمامش سیاه نباشه، نمیتونه نایب الله زیرزمینی باشه. اما هر کی اندنش قهر کنه میتونه نماینده الله آسمونی باشه. یه شمشیر میگیره دستش، میگه این محارب با خداست، گردنشو بزن، مالشو وردار، زن و بچهشو صاحب شو. الله دستور داده در سوره 8، سوره انفال. انفال یعنی غنیمت، جمع غنیمت ها، یعنی وقتی میری میچاپی بلند میکنی در میری، اینو دستور داده چجوری قسمت کنی. تو میتونی هر کسی رو بگی که محارب با خداست گردنشو بزنی، اختیار با خودته، عمامه نمیخوای. اما نمایندگی الله زیرزمینی عمامه سیاه میخواد. 1200 سال پیش یه بچه درست کردن، گذاشتن تو شکم نرجس خاتون، از رونش اومد بیرون، بعد کردنش قاطیخی که روغن تو زیر زمین، اسمش رو گذاشتن امام زمان، بعدم اسمش گذاشتن الله. سهمش رو بدیم ما بخوریم. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، به جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران.
برنامه‌ای که امروز دارم انقدر زیاده که من فکر نمی‌کنم به یک سومش هم برسم. دوستانی که از ایران میخوان برای من پول بفرستند، یک سایت اینترنتی توی ایران هست به نام eastgah.com. این سایت اینترنتی تبلیغاتیه، توش میگه شما از کجاها میتونید برید کارت اعتباری بخرید، نه اسمتون جایی هست نه هیچی، یه پولی میدید یه کارت میخرید، شماره اون کارتی که به من میدید من میتونم استفاده کنم، به همین راحتیه. اگه کسی بخواد بکنه، مثل همون بانویی که عاشق خرده میده دوستش بیاره. اگه کسی بخواد این کار رو بکنه، آخر ماه گذشته یه 600 دلار یه کسی از اروپا برای من، از ایران برای من فرستاد، توسط یکی از دوستانش که گفتم که ترمیم شدم، اونجوری شد که ترمیم شدم و دستش درد نکنه، من اصلا اسمشم نمیدونم چیه. یه مقداری اگر پا جلو بذارید برنامه دیگه هی نباید بشینه بگه که آقا کمک کنید مردم ایران روشن بشن. دوستی که به من گفته از کانادا میتونه به یک حساب کانادایی پول بریزه، من حساب کانادایی ندارم، من یه آدمم مثل یه آدم معمولی. تو سایت ها بگردید راه‌های زیادی پیدا میشه. رضافاضلی.com، رضافاضلی.net، رضافاضلی.org. دوستانی هم که تو کانادا دارم قبول نمیکنن که من اسم آدرسشون رو به یه آدمی که نمیشناسم در ایران بدم. مردم همه میرن ایران میان. اینه که از حسن نیت شما بسیار سپاسگزارم، ایمیلتون رو گرفتم، جوابم میدم، ولی گرفتاری بیش از اینه. در رضافاضلی.net ما موفق شدیم از گوگل تبلیغات گرفتیم. اگر شما این تبلیغات رو نگاه بکنید، چه بخرید چه نخرید، یک مبلغ خیلی ناچیزی، یعنی هر کسی که میره اونجا، گفته بودم نفری 10 سنت بدین، اگر شما برید اونجا اونایی که پخت خورن نمیخوان پول بدن، اون تبلیغات ها رو بازبینی اگر بکنن چه بخرن چه نخرن، چی خرجی واسه شما ها نداره، گوگل به من یه سهمی میده، همون 10 سنت رو به من میده. حالا اگر خریدید او وقت سهم بیشتری به من میده، اگر نخریدید که دیگه اونجوریه. اگر میخواید کمک کنید راه‌های مختلف هست. شماها که با اینترنت میبینید رضافاضلی.net یه تیکه تبلیغات گرفتیم، دارم سعی میکنم یه جوری جور کنم که زیاد فشار رو خودم نیاد. حالا دیگه حرفم با دوست، آن دوستانی هم که زنگ میزنن بین موسوی و خاتمی و انتری نژاد و کروبی و اخیراً یه اسم دیگه مصطفی معین، عزیز جان اینها سگ زردن برادر شغال، هیچ کدوم واجی به اون یکی نمیده، اینا همشون جزء گروه دزدان. اگه نمیدونم صورت ظاهر چیزی نشون میده، اگه بازم میخواین گول بخورین، خمینی گفت 700 تومن پول نفت رو میدم، یه بیلاخ داد به همه. انتری نژاد گفت نفت رو میارم سر سفرتون، بعد گفت وقتی بیارم نفت رو کثیف میشه سفرتون. الانم اومده رایانه ها رو برداشته، پدر صاحب بچه رو بعد عید در میاره.
میخواین برین رأی بدین به من چه؟ اما به چی رأی بدید؟ به کی رأی بدید؟ بازم به من من یه روزی توی تلویزیون آزادی یه دونه بنر گذاشته بودم، یه تابلو گذاشته بودم، آنچه ملا را کند زیران جواب، اعتصاب است، اعتصاب است، اعتصاب، اعتصاب سر تا سری. این چهارشنبه سوری که داره میاد، ببینید ما ایرانی ها تنها از نظر مذهبی بت پرست نیستیم، ما اصولا بت پرستیم، فرق نمی کنه، هر چیزی رو بت می کنیم. شما الان با یه عده صحبت کنین، امیر کبیر بت یه عده است. من نمیگم امیر کبیر آدم بدیه، کارشو کرد تموم شد رفت، خودت امیر کبیر بشو، امیر کبیر رو بت نکن. احمد شاه اسمش احمد علاف بود، قله، علافی یعنی قله فروشی، یعنی جو گندم فروشی، کاه فروشی، با عین و لام و الف و ف. این احتکار میکرد، قحطی اومده بود، مردم از گشنگی میمردن، میگفت قیمت گندم من اینه. یه عده اومدن میگن احمد علاف، احمد شاه قهرمان ما بود. یه عده میگن رضا شاه کبیر قهرمان ما بوده. من رضا شاه کبیر رو ستایش میکنم، امیدوارم که همیشه یادش گرامی باشه. یه عده میگن محمد رضا شاه بوده، یه عده پسر محمد رضا شاه میگن رضا شاه دوم، رضا پهلوی، والا حضرت، ولیعهد، ولیعهد سابق، این بت ایناست. یه عده میگن نه هیچ کدوم اینا بت نیست، مصدق بت بوده. یا هر کدوم به یه دونه اینا نماز میخونن، اسمشون رو نوشتم اینجا. یکی یه عده هستن همینجا مشروطه طرفدار نمیدونم سلطنتی هم چیزی، اینا میگن داریوش همایون بت ماست، ما به قبله داریوش همایون نماز میخونیم. یه عده هنوز دنبال بختیارن. اینایی که من دارم میگم نه ردشون میکنم نه تاییدشون میکنم. یه عده میگن نه آقا، اصل کار بت ما خمینیه، ما قبلمون قنبلعظیمه، ما به طرف قنبلعظیم نماز میخونیم. یه عده نونخور رفسنجانی هن، بتشون رفسنجانیه. یه عده نونخور علی شیرهی هن، بتشون علی شیرهیه. یه عده اصلاحچی هن، یعنی سلمونی هن، ریش میزنن، سر اصلاح میکنن، بتشون خاتمیه. یه عده گوسال دوزن، بتشون ناطق نوریه، اول جوونی سر گوسال دوزی زندان بوده. حالا یه عده اومدن موسوی رو آوردن، یه عده همین آخری ها موسوی. ببینید بت پرستیم و از این بت های زنده هیچ بخاری بلند نمیشه. خیالتون راحت کنم، حلال از جفت تیله بی بله نسبت. اونایی که تو ایرانن میخوان سر شماها رو کلا بذارن، اونایی که تو خارجن میخوان با این آخوندها مذاکره کنن یه چیزی گیرشون بیاد. دولت‌های خارجی برای جیب خودشون و برای ملت خودشون کار میکنند. اگر از بین شماها کسی بلند شد همه چی درست میشه، اگه نه ماها اینجا به همه بر میخوره، ما همه علافیم. اونای دیگه نمیگن، من میگم.
دوستان عزیز، توی خودتون دنبال رضا شاه بگردید، بین خودتون بگردید. اگر میخواید به حکومت دینی نگاه کنید، حکومت دینی کارایی که میکنه معنی داره. میاد میره یه دونه دامپزشک دکتر اسب و الاغ پیدا میکنه، میذاره بالای ارتش. ارتش معنی رو اگه نمیفهمه بهتره همون زیر دست اون دامپزشک باشه. اون بوغلتونه رو میگم. با این نوع طرز تفکر انتری نژادم از سر ملت ایران زیاده. اگر ملت ایران بترسه، اگه بگه من اگه برم بیرون میگیرنم، اگه بگه نه نه تو بشین خونه بذار همه برن کاراشونو بکنن ما بریم جمع کنیم، تا ابدالآباد همین آش همین کاسه. اما اگه یک جمعیت 50,000 نفری حرکت کنه، در عرض 2 ساعت نمی کشه میشه 1,000,000 نفر. میدونید چرا؟ برای اینکه همه ناراضیان، جرأت ندارند، رهبر ندارند، لیدر ندارند. لیدرها میرن با جمهوری اسلامی کنار میان. شما خود دانید. ممکنه پشت برنامه من تو همین تلویزیون یه نفر بیاد منو نفیم کنه، من گرفتاری ندارم. هر کسی باید حرفشو بزنه، هر کسی اون چیزی رو که باور داره باید بگه. قاضی شماهایید، کاربر شماهایید، کسی که این کار رو جلو خواهد برد شماهایید. و وقتی که مملکت رو مال خود کردید، دروازه ها رو ببندید، نه برای اینکه آخوندا در نرند، برای اینکه من وارد نشم، من میام خرابتون میکنم. امیدوارم پیام منو بگیرید مردم. اگر همت کنید این چهارشنبه سوری آخرین چهارشنبه سوری این حکومت، اگرم همت نکنید این کار ادامه پیدا میکنه. دیگه بیش از این راجع به احوال مملکت صحبت نمیکنم، چون من برنامه خرافه زداییه. یک چند دقیقی رو صرف این کار میکنم و با اجازتون 15 تا 20 دقیقه امروز رو گذاشتم برای کتاب فروشی. کتاب دستبند فروهر، بیارمش بیرون شماها ببینید. دستبند فروهر نقره، 4 تا فروهر بهش آویزونه. گردنبند فروهر فکر میکنم 2 اینچه یعنی 5 سانتی خورده بیشتره پهن از این بال تا اون بال، هم نقره است هم نقره آب طلا. برای ایدی اگه میخواید بدید، اگرم نمیخواید بدید هیچی، حرفم پس میگیرم. خرافات جنونی که به جان ملت ایران افتاده است.
فرار آمریکایی‌ها از دست یک پسر بچه 4 ساله استثنایی ایرانی به نام سید حسن. وی در کربلا مشغول زیارت بود که آمریکایی‌ها به مردم حمله ور شدند. این بچه می‌بیند و نمی‌تواند تحمل کند، بدن او شروع به تولید برق می‌کند. یعنی یهو میشه ژنراتور برق. و آمریکایی‌ها با دیدن این حرکت بچه وحشت زده شده عقب نشینی می‌کنند و این طفل شفا گرفته امام حسین است. همون امام حسینی که نتونست جلوی شمع رو بگیره سر خودشو ببره، اومد این شفا داد. بعد از 1350 سال. من باور کردم. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم؟ شما فکر میکنید این حرف رو باور نمی کنن اونایی که قمه میزنن تو سرشون، زنجیر میزنن، حسین حسین میکنن؟ این طفل شفا گرفته امام حسین قدرتش در 10 برابر انسان است. میتواند به شما انرژی و قدرت بدهد، طوری که حتی با دندان میتواند ماشین 206 را بکشد. طفل 4 ساله و 300 کیلو وزن را روی سینه خود تحمل کند. اگر باور ندارید میتوانید بیایید از نزدیک ببینید، شاهد این پسر بچه باشید. این پسر بچه از اهواز به تبریز آمده تا خلقت خدا را نشان بدهد، همراه با قوی ترین مرد آسیا، ارکستر با آهنگهای مجاز. مکان تبریز، خیابان اوناشو پاک کرده، سالن ورزشی فقط 5 شب، از 5 شنبه مورخ 9/6/85 تا 14/6/85. دانش نه با تعقل بلکه با عمل آموخته می شود. تلاش کنید که وظیفه خود را به جای آورید. به زودی متوجه می شوید که از چه متاع نابی ساخته شده اید. یوهان گوته. ببینید این حرف اگر خریدار نداشت، من یک برنامه دیدم که یه بچه رو پدرش دستش میذاره زیر ماشین و بچه شروع میکنه گریه کردن، جگر آدم ریش میشه. بچه 7-8 ساله بود، یه چیزایی میبنده به دستش میذاره اونجا و بچه دردی میکشید. خراب شدیم وقتی یه نفر اعدام میکنن، بریم وای میسیم تماشا میکنیم ببینیم یارو چجوری دست پا میزنه. یا من امتع دوا و ذکر شفا، درمان کلیه دردها با توسل به 5 کتب آسمانی. دکتر و دوا نمیخوای، برو به این کتابا آویزون بشو خوب میشی. زبور، زبور داوود که هیچ جا پیدا نمیشه الان، جاهای به خصوصی هست. صحف اصلا وجود نداره، اسمش فقط هست. تورات، انجیل، قرآن کریم، سرکتاب، گشایش بخت، رزق و هر نیت خیر. توسط درویش سید طباطبایی فوق تخصص دکترای علوم ماوراء الطبیعه. ما نمیدونستیم ماوراء الطبیعه هم دکترا میدن، حالا کدوم دانشگاست ما خبر نداریم. ساعت تماس 14-22، تلفن 44-82-41-31. بعد زیرش مطلب نوشته، اینا خریدار داره عزیز من. این یارو درویش الان میلیاردره، اینجا میلیونر مال قدیمه.
اخیراً تعدادی از مؤسسات فرهنگی با چاپ مطالبی در مورد علائم ظهور امام زمان اینچنین نقل قول کردند که چندی قبل آیت الله بهجت در حین وضو گرفتن بیهوش می شود که پس از بهوش آمدن علت را جویا می شود. در جواب می فرمایند در همین لحظه قاتل امام زمان در اصفهان متولد شد. آگاهان گسترش خرافات و استفاده از اعتقادات مذهبی را حاصل استفاده های سیاسی از باورهای عمومی می دانند که همراه که هم به باورهای اعتقادی مردم لطمه زده و هم راهی در برابر شیادان باز کرده. به این چند خرافه که در مطبوعات داخل کشور در چند سال اخیر انتشار یافته نگاهی بیندازید. عکس یک چیزی رو که یه فتوشاپ درست کردن گفته که این اومده این عکس چاپ کرده و گفته دختر جوانی در هلند در زمان تلاوت قرآن توسط مادرش با صدای بلند به موسیقی گوش میکرد. هنگامی که با اعتراض مادرش مبنی بر کم کردن صدای موسیقی مواجه میشود به او و کتاب قرآن اهانت میکند. این دختر هنگامی که میبیند با وجود مخالفت او باز مادرش به خواندن قرآن با صدای بلند ادامه میدهد، قرآن را به زور از دست مادرش میگیرد و آن را پاره میکند. در همان حال دختر جوان آتش گرفته و میسوزد. به گور پدر هرچی دروغگو لعنت، به گور پدر هرچی دروغگو لعنت. اینا که حالیشون نیست. مادر دختر برای خاموش کردن دخترش به روی او پتو میاندازد. بعد از اینکه پتو را از روی او بر می دارد می بیند دختر او تغییر چهره کرده، مثل تو قرآن که نوشته یهودی ها رفتن روز شنبه ماهی گرفتن، این بوزینه ها که هستن اون یهودی ها. وقتی قرآن این دروغ رو بنویسه خب می خواهی حالا ننویسن؟ و به صورت عکسی که میبینید در آمده. مدتی بعد مشخص میشود که این خبر از اساس ساختگی بوده. عکس مزبور به مجسمه ساخته پاتریشیا پیجی نینیست که از سیلیکون و کاوچو ساخته شده و طرحی در مورد مهندسی ژنتیک مربوط به تکامل حیوانات است و هیچ ارتباطی با موضوعات مذهبی ندارد. آنکه دسترسی به چنین خبری داشته و قطعاً با اروپا و مطبوعات در تماس بوده و دسترسی داشته نمی‌دانسته اصل ماجرا چیست. می‌دانسته اما مأموریت برای داخل کشور اجرا می‌کرده است. چرا؟ برای اینکه مثل این آقایون استادان دانشگاه که صاحب کرسی هم هستن مأموریت داشته، پول میگرفته. پول. خیلی خوب، میریم این 16-17 دقیقه آخر. آقا جان این پکیج تولدی دیگر سه تا دونه دیگه بیشتر ندارم، یعنی اگه چهار نفر اوردر بذارن به چهارمی میگم معذرت میخوام، مثل جنایت و مکافات شد دیگه، هم چاپ نمی کنن. چون آقای شفا خودش حالش خوب نیست، همه چیز دست پسرش افتاده، پسرش هم نمیدونم چی کار میخواد بکنه. این پکیج که اینم با استعدادش زیاد نیست، وقتی تموم شد و وقت میان میگین چی شد. توضیح المسائل، پاسخهایی به پرسشهای هزار ساله از کلینی تا خمینی. پس از 1400 سال دو جلد، جلد اول و دوم. جنایت و مکافات که بجز توی این مجموعه جای دیگه پیدا نمیشه. در پیکار اهریمن و ایران در سرنوشت، در چهارراه سرنوشت، اهریمن آخوند، جنگ هزار ساله آخوند با فرهنگ ایرانه. در پیکار اهریمن تولدی دیگر که گفتم اون چیزایی که دارم سه تا دونه دیگه بیشتر نمونده.
و سی گفتار این هفت کتاب که قاعدتاً باید 350 دلار در اینجا و 350 یورو در اروپا قیمتشه اگه بخواید بخرید به مبلغ 300 دلار به اضافه هزینه پست. در مورد کتاب‌های آقای انصاری بذارید من اینا رو بذارم سر جاش برم سراغ کتاب‌های آقای انصاری. این هفته کتاب رو اگر خواستید بگید پکیج شفا، چون غیر از این هفته کتاب سه تا کتاب دیگه شجاع‌الدین شفا داره. آخرین کتابی که نوشته که از هر کدوم یه خورده توش گذاشته فروغ‌هایی در تاریکیست. در سال 2007 کتابی نوشت به نام قانون بیزه، بمب اتم، حقوق بشر، قانون بیزه، بمب اتم، ایران اسلامی در قرن 21 و قبل از اون کتاب دیگه‌ای بود به نام افسانه آفرینش، چهار داستان سانسور شده صادق هدایت به اضافه حدود 60 صفحه پیشگفتار آقای شجاع‌الدین شفا. از آقای دکتر مسعود انصاری که به زودی آخرین کتابشون میاد، این کتاب آخری یه چیزی حدود 700 صفحه است. من فکر کنم شاهکار دکتر مسعود انصاریه. دکتر مسعود انصاری بدون آقای شجاع‌الدین شفا مقداری مثل من ملاحظه کار حرف میزنه، ولی دکتر انصاری راحت حرفشو میزنه. تو این کتاب نگاهی نو به اسلام معروف شده به اون کتاب آبیه. دوستان وقتی تلفن میکنن میگه اون کتاب آبیه آقای فاضلی، چون من یه مقدارش خوندم و اینا جلدشو دیدن آبیه. 11 کتاب داره آقای شجاع‌الدین شفا. این 11 کتاب من ببینم حتما لیستش، نه لیستش اینجا ننوشته، یه خورده زور داره من اینا رو از حفظ بگم، شاید اینجا نوشته باشه. نخیر، به هر تقدیر کتاب ها هست، سعی میکنم از حافظم کمک میگیرم. کوروش بزرگ و محمد ابن عبدالله، بازشناسی قرآن، شیعه‌گری و امام زمان. کتاب ترجمه‌ای داره به نام پول خون. پول خون رو داشتم اینجا، بله پول خون رو دارم، از آری بن مناشه. کتاب اسلام و مسلمانی باز ترجمه است از ابن وراق، دانشمند پاکستانی که من به اشتباه چندین بار گفتم دانشمند عرب، این دانشمند پاکستانیه و کتاب اسلام و مسلمانی رو نوشته، به زبان عربی هست، به زبان انگلیسی هست، من ندارم، من فقط به زبان فارسی ترجمه آقای آقای دکتر مسعود انصاری رو دارم. کتابی هست ترور در حکومت الهی، اون هم ترجمه است. کتاب الله اکبر که به شما میگه الله کیه و چرا اکبره. کتاب زن در دام ادیان ابراهیمی، آخرین کتاب آقای دکتر مسعود انصاریه، قبل از این کتابی که تازه قرارداد چاپش بسته شد و فکر میکنم یک ماه یه ماه و نیم دیگه در دسترس باشه که حتما من به شما معرفی خواهم کرد. کتاب های دیگه از آقای انصاری تلنگر بزنم شاید یاری، 11 کتاب انگلیسی هست ترجمه این کتاب. کسانی که دوستانی دارن میخوان کادو بدن به انگلیسی، اسمش هست Psychology of Muhammad. کتاب های آقای دکتر مسعود انصاری ببینید، برید روی سایت رضافاضلی.com کلیک کنید روی کتاب، بعد تصویر یه مقداری کتاب میاد، رو هر کدوم اینا کلیک کنید
لیست کتابا میاد، قیمتش هم هست، پول پستش هم اضافه کنید در هر جا هستید. این کتاب ها رو باز حالا در طول برنامه هر کدومش یادم اومد باز براتون خواهم گفت، 11 تا کتاب به اضافه یک کتاب انگلیسی از آقای دکتر مسعود انصاری، و لیستش همونجوری که گفتم روی سایت من هست. از آقای مهدی شمشیری کتاب های زیادی دارم، براتون میخونم. قرارداد بسیار زیان بخش آرمیتاژ اسمیت از مقدمات تا اجرا، زندگی نامه دکتر محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس، گفته نشده ها درباره روح الله خمینی، نویافته هایی در ارتباط با محمد مصدق، خاندان مستوفیان آشتیانی، بلای سلمان رشدی و آیات شیطانی در ایران. کتابی هست به نام راهن سرتاسری ایران که تموم شده، آقای شمشیری به من قول دادن برای من بفرستن من چاپ کنم که برای خودشونم بفرستم، هنوز به دستم نرسیده. دو نفرم ازم طلبکارن این رو، اگر به محض که درست بشه اسمتون هست فوری براتون میفرستم. کتاب همسران، کنیزان و موهوبات محمد ابن عبدالله، کتابی هست به نام خاندان امام خمینی. 13 تا کتاب مال آقای شمشیری، اونم اگر برید روی سایت همه رو پیدا میکنید، تمام لینک هایی که اونجا هست، همه چیزا، خیلی چیزا میتونید پیدا کنید. اگرم دوستان عزیز پخت خورید اونجا کتابم هست میتونید بخونید، پولم به من ندید، رو نتم نداد نتم ندید که کلیک کنید 10 سنت گیر من بیاد. خوبه، من کار خودم رو میکنم. قرآن به زبان فارسی، هر کجا خواستید قرآن بخونید، قرآنی بخونید که معنیشو بفهمید، نه قرآن دلی دلی. این کتاب رو خودم چاپ کردم و فعلا هنوز مونده رو دستم. داستانها و قصص قرآن، 70% قرآن قصص و از روی تورات کپی شده. ادعا نمی کنم هر کدومتون خواستین توی هر جای دنیا که باشید به هر کلیسایی بگید کتاب مقدس چیز براتون مجانی میفرسن به فارسی، میتونید بخونید تورات رو و بعد بیاید قرآن رو بخونید ببینید چه جوری کپی شده. این کمیته 300 یک کتابی است که توصیه میکنم. این یک کتاب دیگه هست از آقای شمشیری به نام افسانه سازی های الله در مورد روح، ذوالقرنین و اصحاب کهف. این کتاب کمیته 300 اگر بخونید میبینید چه کسانی در کجا برای شما تصمیم میگیرن و بلاهایی که سرتون میاد از کجا میاد. دوستان زرتشتی من، کتابی هست به نام برما چه گذشت، از شکست ساسانیان تا پایان دوران پهلوی، بلاهایی که سر زرتشتیان اومده، آقای جمشید پیشدادی نوشته. اگر یه وقتی خواستید بخونید دارم من. دوست عزیزم هما میرفشار کتابی داره به نام آلاله، یک کاستی باهاش میاد که خود هما میرفشار اشعارش رو خونده، اشعار خودش رو خودش خونده. این کتاب خاندان نوبختی رو من با بدبختی گیر آوردم چاپ کردم، رو دستم مونده. چه کنم دیگه، راستشو میگم، محمد مصدق، گوشه های نادیده یا فراموش شده از محمد مصدق، نوشته محمد مجزا. آقای محمد مجزا این کتاب ها رو
به برنامه من هدیه کردند، پول نگرفتند. این کمکی بوده که به من کرده. شما هم اگه بخرید اون وقت کمک میشه به برنامه. اگر میخواید راجع به محمد چیزی بدونید، این کتاب رو بخونید، شرح حال و زندگانی محمد. از 300 سال پیش، قبل از به دنیا آمدن محمد ابن عبدالله، مطابق تاریخ بررسی شده، به طوری که این کتاب رو نوشته و 490 صفحه است. اگر این کتاب رو به صورت معمولی می نوشت یه چیزی حدود 1000 صفحه بود. نویسنده اسمش رو مستعار گذاشته، شمیم الرشدیه. کتابی هست به نام علی نماد شیعه‌گری. اگر علی رو میخواین بشناسید اون کتاب رو بخونید. نویسنده کتاب هست آله دالفک. گاتها برای کسانی است که میخوان بدونن زرتشت کی بوده و چی گفته. اگر درست متوجه نشدید، کتابی هست میتونم در جوفش به شما بدم، مال هومر آبرامیان، که میگه زرتشت چه میگوید. کتاب 23 سال نوشته زنده یاد علی دشتی. این کتاب نویسندهش آقای دکتر جوزف ملیک هوسپیان، ایران و ارمنستان در گذرگاه تاریخ. و این کتاب تازیان و ریشه های کشتارگری از دکتر حسن رهنوردی. از خاندان پهلوی کتاب های پاسخ به تاریخ فارسی و انگلیسی، هر کدوم رو بخواید. مأموریت برای وطنم، به سوی تمدن بزرگ، این سه کتاب از محمد رضا شاه پهلویه. کهندیارا از شهبانو فرح، به فارسی و انگلیسی، هر کدوم رو بخواید. خاطرات شاپور غلامرضا پهلوی کتابی است که من توصیه میکنم بخونید. دو سوم کتاب رو من خیلی دوست داشتم. و کتابی که شاهزاده رضا پهلوی نوشته به نام امید مردم سالار. از رضا شاه سفرنامه خوزستان تنها کتابی است که تقریبا به قلم رضا شاه و بهبودی که همراهشون بوده و نقل قول نیست، اتفاقاتی است که افتاده. کسانی که میخوان بشناسن ببینن این مرد کی بوده، این کتاب را حتما بخونن. کمیته 300 هم براتون گفتم. علاوه بر اینها مقداری فیلم از شرکت چهره نما که تعطیل شده من گرفتم. از فردین 7 تا فیلم در یه پکیج، از ناصر ملک مطیعی 7 تا فیلم در یه پکیج، از آقای ارهام صدر زنده یاد و وحدت 7 تا فیلم در یه پکیج، از آقای صمد پرویز صیاد 7 تا فیلم های صمد در یه پکیج، از گوگوش 7 تا فیلم های قبل از انقلاب، موزیکو نمیدونم بزنه به خوب کن به کوب نیست، مال قبل از انقلاب، در یه پکیج. و از آقای بهروز وثوقی 2 تا پکیج هفتاییه، به اضافه سریال کامل دایجان ناپلئون، به اضافه سریال کامل ایتالیا ایتالیا. توی پکیج ارهام صدر و وحدت اون نمایشنامه من میخوام ارهام صدر هم هست. یه وقتی اگر نخواستید پکیجو بگیرید، بگید آقا 7 تاشو جور کن به ما بده و من این کار رو براتون میکنم. خیلی ها دارن این کار رو میکنن. این فربهراست که براتون گفتم. من مثل این که از تایمم زیادی رفتم.
نه زیادی نرفتم، نه جا دارم، هنوز دو سه دقیقه جا دارم. این فروهر طلاییه، نمیدونم میتونید ببینید یا نه. این فروهر نقره‌ایه، زنجیرش خودتون باید بخرید. دستبندم که نشونتون دادم، دیگه هم نشون نمیدم. علت من چند وقت بود قهر کرده بودم راجب کتاب حرف نمیزدم و شما دوستان که با من صحبت کردید یه حرفای رو زدید. من وقتی به یکی از رفقا که صحبت کرده بود گفتم من روم نمیشه بگم، گفت من مال توی که روت نمیشه، تو یه کاری داری میکنی مربوط به خودت نیست، مربوط به ایرانه، مربوط به نسل آینده است. همه یه فداکاری ها رو میکنی، این یکی هم بکن. راست میگفت چون هر اتفاقی میفته این برنامه باید ادامه پیدا کنه. حالا ایشون یه مقداری هم انگلیسی قاطیش میکرد، میگفت no matter what، یعنی هر اتفاقی که میفته، همینی که فارسی براتون گفتم. من مقدار زیادی نوارهایی در انگلستان درست کردم، مثل واریته آخوندی، مثل شوی فرخزاد، مثل آوازهای ملی میهنی فرخزاد، مثل اوتلو در سرزمین عجایب، ایرج میرزا، آینه، ایرج میرزا، پرویز کاردان، آینه، مسعود اسفاللهی، اینا رو اونجا درست کردم. یه مقداری هم نوارهای سیاسی درست کردم، مثل اینکه آنچه خود داشت، خاک سپاری محمد رضا شاه، خیلی اینا. اینا رو هم دارم ردیف میکنم. یا آقای از اورنج کانتی تلفن کرد گفت آقا فیلمای خودتو ردیف کن، من هر چند تا باشه یکی پنج تا میخوام. گفتم میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام کادو بدم. گفتم دست درد نکنه، اون کارم کش. من سه هفته ریدیشن میکردم، یعنی اشعه درمانی. فردا، یعنی دیروز آخرین جلسهش بود. وقتی که هر وقت این کارو میکنم 48 ساعت، یعنی امشب تموم میشه دیگه. از فردا خودمم و از روز شنبه ما برنامه مرتب تری داریم. اگر تأثیری روی برنامه های من گذاشته به این دلیل بوده، معمولا کسانی که اشعه درمانی میکنن کار نمیکنند چون تمام انرژیشون گرفته میشه، ولی من فرق نمیکنه واسم چی درمانی بکنم، این وظیفه‌مه، باید بیام اینجا و با شما حرفمو بزنم. چرا؟ برای اینکه من اعتقاد دارم ملتی که خرد ورز شد، ملتی که این مزخرفات خرافات رو گوش نکرد، ملتی که نرفت از چارچوب آهن و برنج و طلا و نمیدونم درگاه و گنبد و اینا زندگیشو بگردونه، ملتی که بتشو خراب کرد. نیچه گفت بت شکستن دلیل این نیست که تو بت پرست نیستی، بتو از مغزت بیار بیرون. و نمیشه مگر با کتاب، مگر با خرد. یزدان که گر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. تا دوشنبه صبح، خرد نگهدار شما باد. اونقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پاینده ایران.